سلام 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 خدمت تمام هموطنان عزیزم، خدمت تمام طرفداران عزیزم و خدمت تمام عزیزانی که از هر جای دنیا هستین و همیشه در تعقیب با ما بودین. سلام عرض میکنم، خوش آمدید میگم به همه ایتان. خدا کنه که لحظات خوبی را پشت سر بگذارین و در هر جا که هستین صوتتان به خوبی و خوشی تیر باشه. بعد از چند هفته شد، یکی دو هفته شد تقریبا که لایف نیامده بودم، درست است؟ بکلی بیرست خواستم که امروز باز هم لایف بیایم و چند لحظه را با شما ایسان سپری کنم، گفتگویی داشته باشم، صحبتی داشته باشم درباره یک مسئله میخواستم امرایتان صحبت بکنم. البته در جریان ای که اول سلام علیکی میکنم همراهتان و خوشحال هستم که میبینم دوستان فعال هستن، آنلاین هستن، از کجا پیام میگذارین، از کدام کشور. اگر که کمه که خودتان رو معرفی کنین مثل همیشه که من بتان و پیامایتان رو بخوانم، باز بعدا میریم سراغ صحبت ها. ببینیم که Daha kimse almamışım yani hani ne olur ne olmaz diye bir şey olmasın. Hello my kids, teşekkür. Selamet başın, selam. Saat-ı muhtire, Allah bana saat-ı şuan tir başa. Ali azizli, selamet başı, saat-ı muhtire sayına. Ama dedim ki saat-ı megame ki hemrahi şuama bakhubi hoşi tir şava. Ve... 567 از کابل جان، بسیار خوب. با هوا چطور است در کابل؟ هوا گرم شده به نظرم، البته خوب نسبت به فعلا شاید گرم تر باشه هوا. میرزایی سلام، سلام خدمت شما. 79 57 سلام. میرالله تشکر، سلامت باشین، خدا کنه که شما خوب باشین. و ادوارد سلام علیکم، سلام سلام و همه گیتان دوستان عزیز. والا راستش را بخواین که من البته زیاد گفتنی خواستی ندارم، ولی خب همه تو آمادم یک سری بزنم بروی صفحه خودم و بعد از مدت ها خواستم که یک کم حضور داشته باشم در قسمت لایف و همچنین هم پیامک های زیبای شما ایزان را بخوانم و هم از اینکه مجدد باز خواستم که یک کوتاه معلومات بتوام درباره کنسرتی که پیش رو دارم در شهر اشتوتگارت آلمان به تاریخ 22 مارچ که هست و همراه دوستای هنری عزیز دیگر که قرار است که به مناسبت سال نو، البته نگفتن اونه که وان ستار انترتینمنت که این برنامه رو با عهده گرفتم و قرار است که این کنسرت برای شما عزیزان برگزار کنیم، امید است که یک شب خوبی را بتانیم با شما عزیزان پشت سر بگذاریم. باز هم خواستم فقط یادآوری کنم درباره کنسرت و برای شما عزیزان بگویم که به تاریخ 22 مارچ فراموش نکنین. البته تیکت ها بسیار زیاد فروخته شده، عزیزانی که نگرفتن مشخصات ندارن، شما عزیزان میتونید که از روی صفحه خودم روی صفحه خودم پوستر گذاشتم، هم میتونید از اونجا معلومات بگیرین، شماره تماس هست تماس بگیرین و تیکتتون رو بوک کنین و همچنین از طریق صفحه اینستاگرام وان استار انترتینمنت که تمام معلومات هست، همچنین بروی صفحه های فیسبوک که از طریق آقای جواد حسینی و هنرمند عزیزمان جواد هیروی، از صفحه خودم، صفحه تبسم جان، صفحه آقای رضای ترابه، تمام معلومات شما میتونید که به دست بیارین. بی‌صبرانه منتظر هستم و دوست دارم که هر یکی از تمام دوستداران ما، طرفدارای عزیز ما، هموطنان عزیز ما، تمام اشخاصی که همیشه محبت کردن، همیشه بودن و همیشه ما را از دور و دور حمایت کردن، دوست دارم که در تاریخ در شب که یعنی کنسرتی که مقرر است برای شما عزیزان پیش رو داریم و داشته باشیم به 22 مارس شما عزیزان از نزدیک ببینم و بتونم برای شما عزیزان آهنگای ما بخوانم. و مدت بسیار زیادی بود که البته من کنسرت نگذاشته بودم به دلایلی که بارها آمده بودم لایف آمده و برای شما عزیزان توضیح داده بودم و خوشبختانه که امسال هم با آغاز سال نو اولین کنسرتی هست که قرار است برای شما عزیزان
پیش رو گرفتیم با تیم هنری آقای جواد حسینی وان استار انترتینمنت. دیگه انشاءالله که به خوبی خوشی پیش بره. او سلام سلام سلام، یک سری از دوستا و فامیل ها رو میبینم که آنلاین هستن. خدا کنه که حالتان خوب باشه، خوش آمدین. نامایتان دیر شد ولی خب مشکلی نیست، دیدم پیامتان، سلامت باشین، زنده باشین. و در کنار شدم میخواستم یک راه یعنی یک مشخصات کوتاه درباره خواهرکم برای شما ایزان بتونم. البته از دو خواهرم که در قسمت بیوتی کازمتیک اینا مدرک دارن، تحصیل کردن، کار میکنن، البته در حال حاضر نیستم ولی سعی میکنم که اگر شد در طول روز، که البته الان دیگه فعلا نمیفهم دقیقا ساعت نگاه نکردم، ساعت چند است ببینیم، 5:43 دیگه به هر کشوری که شما هستن یا به کشورهای آسیا، البته دیگه فکر میکنم عصر شده و یا شب شده. پیام من اول خواست میخواستم که برای خانم ها، برای تمام بانوانی که در فنلند هستن، علاقمندی دارن، برایشان بگذارم یک در آغاز خواستم یک روشنی بندازم. عزیزانی که خانمایی که یعنی در بخش زیبایی دوست دارن که بیشتر اطلاعات داشته باشن یا دوست دارن که برایشان انجام داده بشن، مثلا میکنم که در همین روزهای آینده و یا در زودترین فرصت یک تایم گذاشته و خواهرایم برای شما انسان معرفی کنم. شما میتونین که به پیج ایشان سر بزنین، به پیج هر دوتا خواهریم که در قسمت های زیبایی صورت و تمام مسائلی که بستگی به جلد و زیبایی داره میتونین که شما معلومات بیشتر بگیرین. البته نگفته نمونه که خودم در بخش آرایشگری هستم و راستش هنوز جرأت نکردم که آدرس یا محل کار آرایشگاه ما برای شما ایزان به اشتراک بگذارم ولی همچنین پلان دارم که در زودی زود برای شما ایزان محل کار ما برایتان معرفی کنم، که شما عزیزانی که علاقه من هستین و خصوصا اشخاصی که در فنلند زندگی میکنه، افغان های عزیز من حالا دیگه کشور خوب بسیار دور هستین ولی عزیزانی که در معمولا روزمره یا آقایان یا خانم ها که بیشتر با زیبایی سرکار دارن، انشاءالله سعی میکنم که در روزهای آینده بیشتر معلومات برای شما بتم. البته حالی هم که لایف آمدیم فقط خواستم که همه تا یکمکی گفتنی ما با شما ایزان به اشتراک بگذارم، یک حال احوالی از شما بپرسم و شما ما رو ببینین، من هم پیامک شما ایزان رو بخوانم. دکه گفتنی بسیار زیاد خواستی ندارم، تشکر از دیکه هستین. ما امروز کمک صحت یکم خوب نیست، در 3-4 روز اخیر یکم حالم خوش نبوده ولی سعی کردم بازم که یکم سر حال شده لایف بیایم و با شما صحبت کنم. دوستان درباره آرشگاه نوشتن میکنن، بله آرشگاه خودم انشاءالله براتون آدرس میخوام بگذارم. البته گهگاهی تبلیغات ما در اینستاگرام میذارم، خب کسایی که زیرک و باهوش هستن و خصوصا چون در مقیم فلند هستن پیگیر شدن و پیدا کردن و آمدن و سر زدن همچنین، و در قسمت چندین بخش زیبایی که همچنین خواهرای من مدارک دارن و دارن کار میکنن در حال حاضر رسمی، که در قسمت بوتاکس صورت، در قسمت هاشور ابرو، تاتو ابرو، خط چشم، پروتز لب، پر کردن خطهای خنده و برای چروکی اطراف چشم، خطایی که دور قسمت‌های چشم قرار گرفته، برای بوتوکس قسمت پیشانی یعنی هاشور ابرو، تاتو و بوتوکس لب و خندهای خنده که به شما گفتم، و همچنین کاشت ناخون، کاشت مژه، همه اینها را من عزیزان سعی میکنم که در روزهای آینده بیشتر براتون معلومات بدم. آقایان، خانم ها، کسانی که مقیم کشور فنلند هستن و یا با کشورهای نزدیک مثل سویدن، نروژ، دانمارک، حالا اشخاص زندگی میکنن، دوست دارن که بیشتر بدانن، باز برایتان معلومات بیشتر میتونم، سعی میکنم که پیجشون رو برای صفحه برایتان بگذارم در قسمت هیستوری که بتونین دنبال کنین و کارهایشون رو ببینین.
و دیگه کسی هم که علاقه مند هستن طبق معمول میدانن که من در زندگی روزمره دور از اینکه در قسمت موسیقی فعالیت میکنم، در بخش هنر زیبایی آرایشگری مردانه و زنانه همچنین مسلک گرفتیم، یعنی مسلک من تمام کردیم و مدرک های من گرفتیم و کار میکنم. دیگه ببینیم اگر فرصتی شد که خواهرم آماده بود، آماده شدن، چون ما به یک جایی فعلا رفتنی بودیم، من تو ناگهان گفتم باش لایف آماده بیم کمکی با شما صحبت کنم. اگر فرصتی شد امروز سعی میکنم که این زمینه رو مساعد کرده و خواهرای ما به جلوی دوربین بیارم که شما هم از نزدیک ببینین، از تصویری و معرفی بشین و در بخش زیبایی که اگر علاقه مند هستین میتونین که سوال کنین، میتونین وقت بگیرین و میتونین که اون چیزی که ضرورت دارین برایتان انجام بده. قیمت هم بسیار مناسب هست و دیگه معلومات بیشتر میمونم برای بعدن. در آخرم میخوایم برایتان بگویم مایسان که در زودترین فرصت سعی میکنم که ویدیو کلپ آهنگ دیدی چی کار کردی رو برای شما عزیزان تهیه کنم. البته تلاش داشتم که قبل از سال نو برای شما عزیزان ویدیوش آماده بسازم، اما نه بابا، ویدیوی آهنگ دیدی چی کار کردی لرستان تهیه نشده. چرا لرستان؟ خلاصه ویدیو کلیپ آهای عشق قدیمی، آهنگ آهای عشق قدیمی که یه هم یکی از کارهای بسیار زیبایی هستش که با آهنگسازای ایران کار کردم، کار دومم هست و واقعا دوست دارم و همونطور که به شما گفتم شعر زیبای آهای عشق قدیمی از هنرمند محبوبشان یوسف زمانی عزیز هست که واقعا دوست داشتم، یکی از کارهای بسیار خاصشان بود که انتخاب کردم و خواستم که در آرشیو آهنگای آلبومم قرار بگیره و همچنین آهنگ دیدی چی کار کردی هم سپاسگزار هستم که هنوزم شنونده هستین، دوست دارین و با سفارش شما ایزان از میبینم که از تلویزیون های داخلی هم پخش میشه و همچنین از طریق شبکه های ماهواره ای هم که گهگاهی به اشتراک گذاشتم میشه. با تقاضای شما ایزان سپاسگزار هستم و ممنون هستم. واقعا نمیدانم که روزی که من ویدیو کلیپ دیدی چی کار کردی رو برای صفحه یوتیوب گذاشتم واقعا یکی از خوشترین روزهای من از زندگی بود که بهترین کامنت ها و بهترین پیامک ها رو از طریق یعنی از طرف شما دریافت کردم و امیدوارستم که برای ویدیو کلیپ آهنگ آهای عشق قدیمی هم همطور منتظر پیامک‌های زیبایتان هست و منتظر واکنش و دید شما هستم که دوست دارم بدانم و برام باز بنویسین. البته خب یکم اگه وقت هست ولی انشاءالله بعد از سال نو دیگه چون من کنسرت دارم و قرار است که به تاریخ 22 مارس به آلمان باشم آمادگی کنسرت میگیرم، از خاطر کمکی فرصتم کم هست ولی بعد از سال نو انشاءالله ویدیو کلیپ آهای عشق قدیمی هم برای شما عزیزان آماده میشه و با احتمال بزرگ هم کارگردانیش دست کارگردان های موفق کشور ایران شاید بسپارم، با بچه های ایران کار کنم و ویدیوش هم تقدیم کنم به شما عزیزان. به هر صورت هنر مرز نداره و در قسمتی که هنر هسته همیشه ارتباط ها خوب هسته و یک مرز، یک پل ارتباطی خوبی هست در جامعه برای همه انسان ها. دوستان خوشحال هستم از اینکه همیشه همراه بودین، همیشه هستین. امروز کمکی ساعتم خوب نیست، اگرچه که سعی کردم شاید کمکی با میکاپ آرایش خود سر حال ساخته و جلوی دوربین بیایم، اما کمکی احساس خستگی و کسالت دارم. امیدوارم شما حالتان بهتر باشه، بیشتر از سرتان رو به درد نمیارم. تشکر که تا این لحظه که پای مرا گوش کردین. شب و روز خوبی داشته باشین و
و انشالله تا دیدار بعد و با گپای نو. با بای.